سلام به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین بحث وضع تحریم بر ایران یکی از بحث های کلان در ایالات متحده آمریکا پنداشته می شود ترامپ با رسیدن به قدرت بحث ماهیده برجام را که در واقع با پادرمیانی اروپا مطرح بود این بحث را به چالش کشید و یکی از بحث هایشی بود که آمریکا به شکل یک جانبه از برجام برون خواهد شد این عمل آمریکا یا این شعار ترامپ در اون زمان هم مخالفت های اروپا را در قبال داشت و خصوص فرانسه که از متحدین استراتژیک آمریکاست در باب برون آمریکا از تعهد کلانش که برجام است انتقاد داشت بانک با اروپا نگران داد شرکت های کلان با ایران است و در این خصوص نگرانی های جدی را داره مخالف این مسئله است اما ترامپ دستور داد که سر از امروز تحریم ها همچنان در مبادلات دلار و ریال و همچنان صنایع سقیله با ایران آغاز شود رئیس جمهور ایران در واکنش به این دستور ترامپ میگوید که آقای ترامپ در واقع با این کار یک جنگ روانی را میان آمریکا و افغانستان را انداخته اینجا در کابل موضوع چیست حکومت افغانستان با پخش اعلامی میگوید که نباید وضع تحریم بر ایران بر روابط تجاری افغانستان تاثیر سو بگذارد بخصوص با فصل جدیدی که با چابار آغاز شد روابط افغانستان اندوستان و ایران از باب تجارتی بسیار مهم است چنانچه شما میدانید افغانستان در جنوب آسیا یکی از نقطه های خیلی استراتژیک اقتصادی است افغانستان گرهگاه منطقه و دهلیز منطقه برای جنوب آسیا آسیای میانه و برخی از کشورهای دیگر است افغانستان با شش کشور همسایه رابطه تجاری داره که متاسفانه نتانسته بیلانس دقیق را در داد با این کشورها داشته باشه سال اساسی این است که ما بیشتر از دو میلیون مهاجر در ایران داریم و سالانه بیش از دو میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان میاد وضع تحریم بر ایران چه تأثیر بر سیاستهای ایران در قبال افغانستان خواهد داشت؟ آیا فصل تازه شکل گرفته تجاری چابهار متاثر از این تحریم ها خواهد بود یا نه در تحالیم شب پیامد های تحریم را در قبال تجارت افغانستان با ایران و موضوعات مرتبط به بحث می گیریم اما پیش از آن گزارش کوتاه به توجه می رسد. همزمان با اعلام تحریم های تازه واشنگتن بر تهران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش این پیام را نشر کرد هر کس با ایران معامله کند با آمریکا معامله نخواهد کرد وزارت خارجه افغانستان با نگرانی از این پیام رئیس جمهور آمریکا میگوید که این تحریم ها زندگی پناهجویان افغان در ایران، کاربار بازرگانی هند، ایران و افغانستان در بندر چابهار و نیز روند داد و بازرگانی ایران و افغانستان را به چالش خواهد کشید. به خواسته حکومت افغانستان همیشه ای بوده که در کیس افغانستان که در تحریم های قبلی موجود بود یک استثنای خواهد بشن یعنی آن بخش از روابط افغانستان به ایران در عرصه تجارت که به توسعه زیر ها و انکشاف اقتصادی افغانستان کمک میکنه این موارد از تحریم های ایران مستثنی میشود. بر بنیاد آمارها افغانستان چهارمین کشور بزرگ برای صادرات ایران است تازه ترین گزارش های رسانه های ایرانی هم نشان می دهد که ارزش تجارت ایران با افغانستان به جز نفت در چهار ماه نخست سال مالی این کشور به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. آمارهای اتاق تجارت سازمان همکاری های اقتصادی هم نشان می که صادرات ایران به افغانستان به بیش از دو میلیارد دلار می رسد. نیازمند تسهیلات بانکی هستیم. در تسهیلات بانکی ما یعنی با از طریق بانکی باید پول جنس را که می خریم بتیم. در حال حاضر هم ما ای کار کرده نمیتونیم فعلا ما حوالای بانکی را به مقصد ایران تمیل کرده نمیتونیم چرا این پول میره به مرکز سویفت بیمنالی در اونجا بلاک میشه و پول به جن... کسی که جنس سرما فروخته به اون نمیرسه بندر چابهار که بر روزنه تازه از امکاری های اقتصادی میان ایران، افغانستان و هند مبدل شده است و زمینه دستیافتن افغانستان به بنادر آبی جهانی را فراهم می سازد، هم زیر بخشی از تحریم ها در خواهد آمد. وازی است که نه تنها افغانستان، سر ممالک دیگه هم خلی تأثیرات منفی شاید ولی, ولی مشخصا در افغانستان حکومت شروع سخه. ا د افغانستان هغه دروازې چې په خاط دوی وي او بندیدل یا د کاتي وښیرتل هغه بخش کار کوي د متعدد دروازې ترانزیت لارې کورډورونه د مرکزی آسیا سره خلاصوي دي در امین حال شماري از اغه هان اقتصادي برای بیرون رفت از واپسه بودن افغانستان با کشور خاصی از حکومت میخواهند که روی توافق نامه‌های دو جنبهه او چند جنبهه کار کند. این آگاهان جستجوی راه های بدیل بازرگانی با کشورهای همسایه را یکی از راه های حل مشکلات بازرگانی خارجی کشور می مهمانان تحول ش... امشب آقایان حامد صوبوری استاد دانشگاه جاوید زیارمل معاون اتاق بینالمللی تجارت با پوزش زبیولای زیارمل عبدالرشید جانباز تحلیلگر مسائل اقتصادی و قرار بود استاد صابر صدیقی نیز به برنامه بپیونده اما متاسفانه که از حضور در برنامه با بسیار تشکر نخستین پرسش با شما آقای صبوری بدون تردید که فصل جدید روابط افغانستان با منطقه یک فصل تازه است بخصوص با بندر چابهار این بندر تانست که روابط خوب بازرگانی یا تجاری میان افغانستان ایران و هندوستان شکل بده اما شما میدانین که سیاست های تجاری افغانستان متاثر از برخی سیاست های کلان منطقی و جهانی هم است وضع تحریم آمریکا بر ایران چه تأثیری بر روابط تجاری افغانستان با ایران خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بر میمانم برم. خواه بینید های تلویزون آریانا تشکر ببینین ار زمانی که تذیرات با با برای ایران وضع شده خصوصا در, در 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 شش سال گذشته خصوصا در سال 2012 زمانی که تاذیرات بالای ایران وضع شد بر علاوه ای که بالای خود ایران تاثیرات منفی داشت بالای کشورهای منطقه و جهان و کشورهایی که ایران با اونا معاملات تجاری در منطقه داشتن تاثیرات بسیار منفی خود داشت بله. یکی از موضوعات کلانه که مثلا ایران در او در سطح جهان سطح منطقه مثلا بازار در یک به در یک بالانس نگاه کرده مثلا یا بالانس مثلا بازار تیل <تصفح> است که که مثلا حدود سالانه مثلا پیش از مثلا سال 2012 پیش از اینکه تحریم بالا ایران وضع مثلا حدود نزدیک به 3.5 میلیون بیل روزانه در مارکت تیل چیز میکرد تقریبا قیمت تیل ثابت نگاه میکرد بعضی که مثلا 2016 تزریarat بالا ایران وزمی شه ما می‌بینیم که مثلاً این مقدار از 3.6 شارش 6 شارش به 2.6 شارش. این تقریباً روزانه یک میلیون. چون تزریارات وزمی شه، یک میلیون بیلر تیل مثلا ایران روزانه به با بازار دیگر زنه میکنه او یک میلیون بیلر تیل اگر شما در اقتصاد کلان ایران پرتین و در معاملات منطقوی ایران پرتین بسیار یک تاثیر کلان دارد در منطقه مم. هم باکش بالای کشوره و هم بالای تجارت و اقتصاد خود چیز شما این چیز باز اگر مثال و چیز هم اگر ما برتان مثلا مثلا جی دی پی ایرانه مثلا زمانه که مثلا زمانی که در 2012 وقتی که برای بار اول سنگشن تذیرات بالا ایران وازه میشه شما وقتی که میبینین تا 2016 که سانشنات دوباره از بین میره شما میبینید که جی دی پی به ایران میرسه به منفی سه ولی وقتی که تعزیرات 2016 بالا برداشت حکومت برداشت میشه شما میبینید که در یک سال بین 2016 و 2017 ایران تقریبا 12 فیصد مثبت میشه بنا بله پیامد در قبال افغانستان اینا پیامد ایران هم رقم بیشتر اشاره شد بیشتر از یک در دو س... سه سال گذشته بیشتر از یک اشاره پنج یک پنج دلار با افغانستان روابط تجاری و اقتصادی داره یکی دوم یکی از راه های ترانزیت افغانستان خصوصا در, در یک سال گذشته از طریق چابهار است که او برای افغانستان یک راه دیگر را ایجاد کرد افغانستان از زیتر طریق تجارتی خود مثلا روان کنه و بیرون از افغانستان رای مطمئن تر, راه مطمئن تر. راه که حداقل بدون از اینکه از سیاسی سیاسی شود یعنی یک راه خوب بود دوم در چیزی که بسیار به افغانستان مهم است داشتن دروازه های مختلف است این خود از و دوم از لحاظ سیاسی هم اگر ببینیم تحریم تحریم ها که برای ایران وضع میشه چون امریکا رابط بسیار نزدیک با افغانستان ولو ای که ایالات متحده امریکا مثلا افغانستان از امر مستثنا قرار تا در بعض معاملات ما پیشتر شوید مثلا زمانه که شما با شرکت های ایرانی معاملات تجارتی را انجام میتین با پول پول را که شما برای شرکت ها دلار است سکه که شما در در تبادله کالای تجاریتون انجام میتین دلار است بعد از این چیزی را که یکی از از یکی از اساسی از این اصلش اینمی است که پول دلار کشورهایی که با ایران معامله میکنه نمیتونه از دست, دست, دست های... ترامپ در توییت اخیر خود که دیشب داشت گفت هر کی با ایران معامله میکنه با امریکا نخواد کرد دیگر شد زمانی که پولی که در معاملات تجارتی اساس در... یعنی اساس پولی که مادار دلار باشه و ایران امو دلار در اختیار نداشته باشه یک مشکل کلان هم خودش هم معاملات تجارتیش در منطقه ما نمیتونیم نعم. با اون و خاطر که زمان مثلا خب اگر افغانستان استثنا قرار بده این مشکلی که در داخل باز برای ما ایجاد میکنه که ما این مال داریم انفلسیون و پول ما است به خاطر از اینکه ما مثلا قیمت اسعار افغانی افان... در مقابل دلار بله. تا پیش زی... بله دیدیم و خبر و خبرهای ازی هم وجود داره که مثلا روزانه به چقدر مقدار دلار از داخل افغانستان میره به ایران قاچاق میشه و من این خود به خود به اقتصاد ما تاثیر بسیار منفی تا در عرصه سیاسی میتون تاثیرات منفی داشته زیارمل پرسش بنیادین در اینجایی است که افغانستان به عنوان دهلیز منطقه با عنوان چهارراه تجاری بایستی روابط خود را با کشورهای تاثیرگذار ای مثل ایران و پاکستان که بیشترین تجارت را ما با چین و ایران و پاکستان و هند داریم این را داشته باشه و طی چهار سال پس این ما در این راستا با یک دیپلماسی خوب تجارتی وارد شدیم و بندر چابار یکی از مصادیق بارز این دیپلماسی است اما برخی اوقات این دیپلماسی متاثر از سیاست های برخی از کشورهای تأثیر گذار میشه مثل آمریکا. فکر میکنین آیا حکومت افغانستان با وضع تحریم های آمریکا بر ایران امین فضای موجود را با ایران افس خواهد کرد یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عدب خدمت شما خدمت میمان برنامه بینونای تلویزون شما با تحریم های اخیری را که روز دوشنبه آقای ترامپ اعلان کرد البته راوند اولش که تحریم در دو راوند قرار است برای ایران دوباره سر گرفته شود که راوند اولش است که بعضی اجناس مشخص که عبارت از خرید دلار از طریق بانک مرکزی ایران است فروش طلا است و, و فلزات نجیبه هست و اجناس بارز دیگه که ایران صادر میکنه با کشورهای بیرونی و یا با کشورهای اروپایی مشخصا با چین و با روسیه و با ترکیه و با هندستان این تحریم ها را در بر گیره. از جهت دیگه که ما معاملات تجارتی را که ایران با افغانستان داره اکثر اقلامی که در راوند اول مورد تحریم قرار گرفته این اجناس ایران با افغانستان معامله نمی کنه از این لحاظ وضع کردن و یا اثر گرفتن تحریم راوند اول بالای افغانستان تاثیر بیشتر نمیگذاره اما از جهت دیگه که موضوعات بندر چابهار در میان میه. از این جهت خامخا تاثیر منفی خود میگذاره تا قبل از اینکه امروزی ای راوند اول تحریم ها دوباره اثر گرفته شود زمانی که در ماه می آقای ترامپ اعلان کردند که ما دوباره ما از برجام میبرایم و برآمدن زمانی که از برجام آمریکا به شکل یک جانبه بیرون برآمدن بعضی شرکت های ساختمانی که عملا در ساخت ساز بندر چابهار زی دخل بودند اونا فعالیت خود قطع اک... ده... کردن و اینا حراس دارن از امریکا به خاطر از اینکه ای امریکا قسمی که آقای ترامپ در توییت خود دیشب خودم اختار دادن که کسی که با ایران معامله تجارتی انجام میده و تجارت میکنه دیگه با امریکا نمیتونه تجارت بکنه از این لحاظ شرکت های بزرگی که در ساخت و ساز بندر چابهار زی داخل میباشن اونا مثل شرکت های فرانسوی که اخیرا اونا هم بعد از وضع آ... شدن تحریم آ... بالای ایران آ... عملا اعلام کردند که ما دیگه با ایران فعالیت خود می میکنیم شرکت موترسازی فرانسوی و همچنان شرکت توتال فرانسوی که شریک دیگه از اونها چینایا است برک چینایا خواستن که فعالیت خود ادامه بدن اما فرانسویا شرکت فرانسه اعلام کردند که ما با ایران دیگه فعالیت نمی کنیم از جهت بندر چابهار تاثیر خود بالای رابط تجاری با افغانستان میگذاره اما از نظر اقلامی که فعلا حدود بیشتر از 1.1 میلیارد دلار در سال 2017 که معادل دو یک دو یک میلیون یا دو دو میلیون تن. مواد و کالاهایی بوده که شامل اقلام که در تحریم راوند اول شامل است نمیشه <تصفح> از این لحاظ خامخوا تاثیر خود نمیگذاره <تصفح> و از جهت دیگه هم چون افغانستان کشور همسرت با ایران است و از معادلات تجارتی با گونی است که ایران به عنوان چهارمین مقصد تجاری که کالاهای ایرانی صادر, صادر میشه به افغانستان و افغانستان به چهارمین مقصد خود میدانن و ما بیشتر مصرف کننده کالاهای ایرانی هستیم یعنی ما پول برای ایران پرداخت میکنیم که ما میتونیم تاجرای افغانستان ممکن از اینکه ایران همسرحد است با افغانستان ممکن است طریق صرافی از طریق حوالجات بانکی و یا از طریق فیزیکی هم بتونن پول انتقال بدن ممنون آقای جان باز سلام و شب شما بخیر پرسش با شما طور مطرح می کنم که افغانستان به خصوص تایی یک دهه پسین تانسته که در واقع جستای تجاری با یک دیپلماسی خوب تجارتی داشته باشه هرچند این دیپلماسی ششگانه را ما یا دیپلماسی چند جانبه گرای تجاری را ما نتانستیم همزمان با شش امسایی خود داشته باشیم وقتی ما با ایران نزدیک میشیم امسای یک امسایی دیگه روابط ما میلنگه وقتی با پاکستان نزدیک میشیم با ایران میلنگه و یا برخی متغیره های دیگه تأثیر میگذاره بر دیپلماسی تجاری افغانستان با برخی از کشورها یا با روابط تجاری افغانستان با برخی از کشورها افغانستان یک سری نیازمندی های با ایران داره یکی خود چهارمین کشور مصرف کننده است که کالاهای ایرانی در اینجا دوم بیشتر از دو میلیون مهاجر افغان در ایران است که بعضی اوقات به عنوان یک ترفند سیاسی هم علی افغانستان از طرف دوستای ایرانی استفاده میشه حالا پرسش اساسی این است که حکومت افغانستان گفتن که اگر ما در چارچوب روابط دو جانبه از داد خود را ادامه بدیم با ایران استثناء بر فشارهای آمریکا بر ایران باشیم آیا افغانستان در این ستیج است که با این روی کرد گام, با گام های اساسی با ایران برداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد به شما و بیندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا ممنون شما به ای که طبعا امونطوره که شما فرموده افغانستان از لحاظ اهمیت جیوپلیتیک و جیو استراتیجیک خود در منطقه مناسبات و روابطی را با همسایه های خود داره و این روابط و مناسبات بنابر بعدا تحت تاثیر روابط سیاسی قرار گرفته و عمدتا روابط اقتصادی ما در طول تاریخ و در امی زمینه ها یا مربوط به یک بندر شده و یا مربوط به یک بندر دیگر شده آنچه مربوط به مناسبات اقتصادی و تجاری افغانستان با کشور ایران میشه همونطوری که دوستا پیشتر گفتن افغانستان چهارمین کشور وارد کننده مواد اولیه و ارتزاقی و کالاهای ایرانی هسته به او خاطر از سوی دیگر طوری که شما گفتین ما بیش از دو میلیون افغان ما در ایران مهاجر است و اونجا کار میکنن و مصروف کارا هستند مسلما که از یک طرف وقتی که ارزش پول ایران با وضع تحریم ها پایین بیایه او کارگرای ما که در اونجا کار میکنن اونا دیگه نمیتونن با مو قوت بیشتر فامیلای خود در افغانستان کمک بکنن و سوی دیگر روابط اقتصادی و تجاری که بین افغانستان و ایران قرار داره همونطوری که وزارت محترم خارجه افغانستان تا اعلامیه اعلان کرد که ما تلاش میکنیم تا واشنگتن قناعت بتیم که این روابط بین افغانستان و ایران باید مستثنا قرار بگیره از تحریم های وضع شده اما امون طوره که امروز رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفت در اونجا هیچ گونه استثنایی را ما ندیدیم اونا گفتن هر کشور و یا شرکت و یا محسسه که با ایران داد و ستود بازرگانی داشته باشه با امریکا نخواهد داشت پس افغانستان با پوزش پس افغانستان مستثنای بر این حکم یا این قایده نیست دقیقا در, حکمی که امروز نافذ شده اجرایی شده در رو هیچ استثنایی وجود نداره اونجا به صورت عام اعلان کرده که هر کشور و یا شرکت و یا مؤسسه و یا بانکی که با ایران تعاملات اقتصادی و تجارتی و بازرگانی را انجام بده او با امریکا نخواد تانست که این تعاملات داشته باشه بنان ای خودش بیانگری از ای است که فعلا در ای تعذیرات که از طرف ایالات متحده ای امریکا وضع شده و امروز در مسیر اجرا قرار میگیره در ای کدام استثنایی دیده نمیشه گرچه دبلومات های افغانستان اعلان کردند که ما تلاش های به خاطر استثنا قرار دادن مسئله تهران و کابل با ایالات متحده امریکا مطرح کردیم اما آل ای تصمیم برای واشنگتن است که آیا واقعا این پیشنهادات یک ای ای کشور که عملا خود امریکایی ها در افغانستان حضور دارند و یک کشور شریک شان است آیا می توانند این را استثناء قرار دهند؟ یا خیر ده ما باید انتظار بکشیم تشکر. و ببینیم که در ادامه بس در, در ادامه, در ادامه بس خدمت بردی. شما برمیگردیم آقای همونطور که شما میدانین آمریکا با برآمدن از ماهیده برجام به شکل یک جانبه یک سری واکنش های اروپا را هم در قبال داشت اروپا هم سرمایه های کلان با شرکت های کلان دارن و اروپا هم نگرانی خود به سرعت اعلام کرد فکر میکنین که حرف اول و حرف اخیر تویت دیشب آقای اوباما است گفت هر کس با ایران رابطه دارن دیگه با آمریکا رابطه تجارتی نخواهد داشت یا نه طوری که رئیس جمهور ایران گفت ترامپ میخوایه با جست های دیپلماتیک خود در واقع آغازگر یک جنگ روانی با ایران باشه من فکر نمی شما یک کم اگر با قبل پیشینه ترامپ اگر ببینید یک شخص بزنسمن است و یک کس است که دمیشه در معاملات تجارتی دخیل بوده بنان وقتی خود ازی با قدرت هم رسید یکی از گپای او قبل از دادن کمپاین انتخاباتی ازی و بعضی که است که یک تعداد قراردادهایی را که ایالات متحده آمریکا با سطح بین المللی و بود، ای پیش از پیش گفت که اونا قراردادهای هستند که منافع آمریکا را تامین نمی از جمله برجام. از جمله برجام، از جمله نفتا که بین مکسیکو و آمریکا و کانادا است، از جمله بعض قراردادهایی که با داده داخل ناتو وقتی که وجود داشت که م... پول را که ایالات متحده آمریکا به این سهمیه در ناتو میپردازه به مراتب بیشتر و سهم کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن بسیار کمتر است که ما جنجال را که در, در, جلسه قبلی ناتو ترامپ با سرای کشورهای اروپایی و ناتو داشت او را متوجه بریم من ترامپ به این عقیده است که اکثریت از این قرارداد به منافع ایالات متحده آمریکا بنان او میتونه یک 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 معامله خوبتر و بهتر انجام بده بنان یک دید ایجا دید دومه که از لحاظ سیاسی بسیار مهم است کسی که فعلا مشاور امنیت ملی ترامپ است جان بولتون او کسی بود که او کسی است که یکی از یکی از طرفدارای سرسخت و مخالفین هست. ایران است به این که او میخواد به نه و بر وسیله ممکن فشار بالای ایران آورده شود تا ایران حکومت ایران تصویب شود موقف ایران در منطقه تازی شود موقف ایران در سیاست های بین المللی و تا اقتصاد تا بالاخره یک تغییر رژیم در ایران یعنی یعنی دید کلی جان بولتن ای است که چطور میتونه در یک به یک نحوی از آنها به شیوهای مختلف ایران ضعیف بسازه تا بالاخره یک تغییر رژیم که یک رژیم مثلا که به اصطلاح از اون اخوندی که میگن که در ایران است او به آکم او و او از بین بره بران یک بر. سر کشورهای اروپایی اگر صحبت کنیم پنجم کشورهای پنجم یک فقط یگانه کشور از این پنج متحده که ایالات متحده جمع یک است به این معنی که پنج کشور مثل روسیه، چین، جرمنی، انگلستان و فرانسه پنج کشور با, با, روسیه و چین کدام مشکل وجود نداره جرمنی، فرانسه و انگلستان سه کشور هستند که اینا گفتن با وجود از اینکه ایالات متحده آمریکا باید به شکل یک جانبه از برجام بیرون شد اینا گفتن که ما ادامه میدیم و بر عمل ایران هم ای بود که گفت که اگر ای کشورها ادامه بتنم با ما هم کار باشن ما هم امو تعهد را که در برجام با کشورهای اروپایی پنج انجام دادیم با کشورهای پنج, پنج انجام دادیم یک برامد یک برامد. چون پنج میمونه ما با او تعهد خود استاد هستیم بران چیز را کشورهای اروپایی بعد از ماه هم گفت ای است که در صورتی که بعضی بعض شرکت ها شاید چیز شخصا نظر به ای که چون معاملات بزرگتر از ایران دارن در سطح جهان اونا شاید رابط خود کمتر بسازند با ایران ولی اکثریت کشورهای اروپایی سه کشور را که من نام گرفتم موقفشان بسیار واضح و مشخص است که اینا حتی به سر بعض های مقررات کار میکنند که چطور او شرکت هایی را که با ایران کار شروع کردن او را را از لحاظ حقوقی حمایت کنند که اینا تاثیرات تاثیرات بالای زیاد نباشد تشکر آقای زیارمل دو تا میشه یک بس. بحث جهانی است که در اونجا پای ایالات متحده آمریکا و اروپا و ایران مطرح است که هر کشور مبتنی بر منافع ملی و مسائل اولیای خود در واقع کنش و های اقتصادی خود انجام میده اما در باب افغانستان ما با عنوان یک کشور وابسته به سیاست های کلان بخصوص ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور مصرفی به عنوان یک کشور آسیپذیر چطور میتونیم در این تعاملات سیاسی اقتصادی نقش خود را طوری ادا بکنیم که ما هم منافع ملی و مسائل اولیای خود را به عنوان خط قرمز ازش دفاع بکنیم و ماجرین ما به عنوان نقطه ضعف های ما که در ایران است در واقع از اونها هم از حقوق اونها سیانت بکنیم با دیپلماسی تجارتی خود بسیار خوب آه آه ما یک سلا داریم میگه دنیا را اگر آب بگیره مرغابی تا بند پاش. مم. در قسمت افغانستان اگر ما به شکل عمیق داخل شاییم و ببینیم تاثیرات برآمدن آمریکا از برجام و وضع تحریم های اقتصادی را بالای ایران و رابط تجاری که ایران با افغانستان داره که ما قبلا عرض کردم که ما که کشور مصرفی هستیم یعنی ما وارد کننده کالاهای ایرانی هستیم اگر قرار باشه که تحریم ها به حد شدت گرفته شود که حتی کمپانی هایی که امروز از ایران کالاها وارد میکنن در گام اول اینا هیچ نوع مرابطاتی اکثر از اینها با ایران ندارند یعنی با دولت آمریکا با وزارت دفاع آمریکا اصلا در چوکات قراردادها کار نمیکنند که اینا حراسی داشته باشن و دل از اینکه تحریم ها بالاشون واژشه دو ما در افغانستان کمپانی بزرگ مثل کمپانی اروپایی کمپانی انگلیسی و چینایی و ترکی و روسی ما نداریم که سطح کلانتر مثلا میلیاردها ها دلار یا کمپانی تجارت داشته باشه با ایران که او مورد تحریم جدی ایران قرار بگیره و انگشت نشان شود و مشخصا آمریکا بره بالای از او کمپانی شرایط را وضع بکنه که شامل جرایم نقدی است و یا که بلاک کردن حسابات بانکی و یا امثال از باید باشه از این لحاظ ما زیاد نگران نیستم بدل از اینکه که تعریب های وضع شده بالای ایران بتانه رابط تجاری افغانستان اما هم بیشتر اما متحصر بسازد چون افغانستان یکی از شرکای استراتژیک آمریکاس و در اینجا پایگاه های بدیهی است که ایران یک سری برداشت های خود را از متحصر بودن سیاست های افغانستان از آمریکا داره ما چطور میتونیم تبیین بکنیم این مسئله را که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در جنوب آسیا به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل میخواه در تعاملات سیاسی تجاری با آمریکا مستقلانه با ایران مستقلانه خب، گام برداره این البته خواست در حکومت افغانستان امی است قسمی که شما قبلا هم گفتین دیپلمات های افغانی وزارت خارجه و همچنان ریاست جمهوری موقف شانی است که ما کوشش میکنیم تلاش میکنیم تا امریکا را قناعت بتیم مم. که وضع تحریم بالای ایران بالای روابط تجاری بین افغانستان و بین ایران تاثیر نگذاره مم. اما ما با ای اعتقاد ندارم به از اینکه شرکای بزرگتر ایران که شامل کشورهای اروپایی هستند و شمول انگلستان و فرانسه و جر آلمان و این کشورها قبل از قبل بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ اعلام کردند که آمریکا از برجام به شکل یک جانبه بیرون شدن اینا تلاش کردند و لابی کردند و حتی به جانب حالت متحده آمریکا یک درخواست را روان کردند که تا بعضی شرکت های مشخصی که مراودات تجارتی بیشتر با ایران دارن اینها رو معاف بدارن یعنی شامل از این تحریم نشه اما برعکس ایالات آمریکا رد کرده هیچ استثنایی را به این قاعده کاملا وقتی که ایالات متحده آمریکا با شرکای های بزرگتر خود که کشورهای اروپایی هستن و متحدین اساسیش هستن درخواست از اونا رو رد میکنه با افغانستان خامخا قطعا در این مورد گنجایش وجود نداره و ما معتقد نیستم که اگر ما تلاش هم بکنیم لابی هم بکنیم ایران امریکا را بتانیم قناعت بتیم تا ما را مستثنا قرار بده و یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم که یعنی وضعیت وضع تحریم ها و قبل از اینکه آمریکا بعد از جنوری 2016 تحریم ها دوباره برداشتام شد کمپانی افغانی و مشخصا او کمپانیایی که از مسیر ایران اموال ترانزیت به افغانستان وارد میکردن و همزمان با دولت متحده آمریکا و مشخصا با وزارت دفاع کار میکردن شکر. از این امر استثنا نبوده مم. همچنان او وضعیت بالای از, بالا از اونا یکسان تطبیق میشده و اینا اجازه ورود دست. اموال ترانزیت از مسیر ایران به افغانستان نداشتن آقای جان باز دو تا دیدگاه در امر وضع تحریم بر ایران و پیامد او بر افغانستان وارد است دیدگاه اولی که ما با یک سری لابیگری ها و دیپلماسی تجاری میتونیم در واقع ایران را متقاعد بسازیم که با در ب... وضع تحریم آمریکا به عنوان یک شریک استراتژیک افغانستان نمیتونه تاثیر داشت داشته باشه بر روابط افغانستان و ایران دیدگاه دوم که اینجا میشه این است که هیچ استثنایی بر قاعده عمومی آمریکا وارد نیست پس دو میلیارد دلار تجارت افغانستان با ایران و ماجرین افغانستان در اونجا اینا نقطه های نگران کننده برای شما نیست دقیقا نمونطور است نمونطور که ما پیشتر عرض کردم خواهی نخواهی تاثیرات وضع شده بالای ایران تاثیرات خوده بالای کشورهای همسایه منطقه و به خصوص افغانستان داره امیال در فرا ما یک پروژه داشتیم که با کمک ایران تمویل میشد پروژه سرکسازی به نام تیپ 78 یاد می میشد که 120 کیلومتر سرک است و ای اف... ولایت فرای افغانستان با ایران وصل میکرد که 50 کیلومتر از این ساخته شده و 70 کیلومتر دیگه از این مانده و ایرانی ها این پروژه را توقف دادن این خودش یک یک تاثیر منفی بالای روابط ایران و افغانستان است و سوی دیگر افغانستان همونطوری که پیشتر میمانای محترم فرمودن ما در از لحاظ منطقوی در یک وضعیت قرار داریم که به خصوص امیدواری های ما با افتتاح بندر چابهار بیشتر به این بود که تجار افغانی بتوانند با قیمت کمتر و با هزینه کمتر اموال خود صادر و وارد بکنند به افغانستان چنانچه شما و شما میدانیم که بندر چابهار یکی از پروژه های مهم سه جانبه هندستان افغانستان, افغانستان, افغانستان و ایران, ایران, ایران بود که در سال 2016 افتتاح شد و در طی امی مدت تنها در سال 2017 داد و بازرگانی بین افغانستان از طریق بندر چابهار و کشورهای خارجی از 350 میلیون دلار به 600 میلیون دلار ارتقا برا... پیدا کرد به می ترتیب ما در گذشته وابسته به یک بندر که کراچی بندر بود بودیم ولی با افتتاح و باز شدن بندر چابهار ما دیگه از اون معاصره ترانزیتی و اقتصادی خارج شدیم تشکون. و سوی دیگر بندر چابهار نسبت به بندر عباس و بندر کراچی بله. آه... پاکستان در حدود 700 کیلومتر بر مرکز افغانستان نزدیک تشکر. است تشکر آقای جان باز اجازه بتین یک وقفه کوتاه بعد از وقفه بحث را با شما از اینجا آغاز خواهیم کرد اگر افغانستان واقعا از راز جیوپلیتیک و جی یک نقطه بسیار مهم تجاری برای خود و برای برخی از کشورهای ای است پس ما چطور میتونیم این فرصت ها را به عنوان فرصت استفاده بکنیم و آسیب شناسی بکنیم ضعف های تجاری افغانستان و بالابیگری های تجاری ما ضعف های خود را به نقطه قوت تبدیل بکنیم پس از میان برنامه روی این نکات بس خواهیم کردم روی ما کنید آقای سبوری برمیگردیم به وضعیت تجاری افغانستان شما میدارین که ما اقتصاد واقعا شکننده داریم و اون هم وابسته و ما خیلی مصرفی پیش میریم حالا ما هرچند بحث چابهار که ما را به برخی از منابع دیگر ما را وصل می که از فرصتا بود ما را با هندوستان از طریق پاکستان ما با هندوستان دسترسی نداریم چون یک سلسله محدودیت های را پاکستان واسه کرده برای ای که ما به بنادر هندوستان دسترسی پیدا بکنیم و کالاها را از طریق زمین انتقال بدیم به با افغانستان از دید شما با توجه به فرصت های موجود داخلی و روابطی که با کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای داریم ما چطور میتونیم یک بیلانس تجاری را بین کشورها به وجود بریم که ما بتونیم دسترسی به تمام کشورها به اونان منابع داشته باشیم ببینید مشکل کلانی است که ما ما مثلا اگر با ایران و پاکستان اگر ما مقایسه کنیم چون با می کشورهای منطقه روابط بله. تجارتی ما بسیار زیاد بود دیده یک دو سال گذشته است که ما بعض باز در بازار آسیای میانه باز شد با چین ولی تجار اکثریت تجارت ما با ایران و پاکستان بود. یک کم از پاکستان کم شد از 2.5 میلیون آمدیم به تقریبا فکر می کنم 1 یا یک, یک قسمتی را که ما با تجارت داشتیم به او رفت به طرف ایران, ایران. چوبا. که به تقریبا یک 1.3 میلیون دلار سالانه است حالا بالانس کردن از این در یک بسیار بر ما مشکل به خاطر اعی است که ما مصرف کننده هستیم ما ضرورت داریم مم. یا از این طرف میگیریم یا, از... یا از طرف جنوب میگیریم یا از طرف شرق میگیریم اما می ما گیریم... چند دروازه این واردات داشته باشیم در بله. واقع وابستگی ما وابستگی ما کم میشه بله. ولی با وجود تمام از اوپا هم چون وابستگی ما بسیار زیاد است مم. وابستگی چون در داخل سنا ما کالای ب... را ب... 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 بسیار تولید نمیکنیم پرسش اینه وابستگی اگه ما تقسیم بکنیم برای ما بهتر است اگر ما تنها به دامن پاکستان یا ایران یا برخی از کشورهای دیگه بعد به محض که روابط سیاسی با اونا مشکل پیدا بکنند اون دروازه ها رو برای ما میبنده اونجا آسیب, آسیب پذیری ما بیشتر میشه حالا ما میگم که چطور میتونیم بین ایران و پاکستان چین و کشورهای آسیای میانه ما یک بیلانس را به وجود بریم که رفتارهای سیاسی بیشتر ما را متاثر نسازه یک چیز کاری که تقریبا خوب بود و مثبت بود در دو سال خوب شدی است که ما دروازای مختلف باز شد آه. با ایران رابطه ما بیشتر شد تجارت ما بیشتر شد با کشورهای آسیای میانه با چین از طریق زمین ما مثلا از طریق کشورهای آسیای میانه ما وصل شدیم و بعض بعض کشور با مثلا مثلا با عربستان و ترکیه و هند و مثلا ازبکستان و بعض کشورهای دیگه تقریبا چی شد یعنی, یعنی تعدد در 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 دروازه های مختلف در روابط دو جانبه و چندین جانبه تجارتی بین کشورهای منطقه میتونه چیز ما را کاهش بده دپندنسی ما رو به کشورهای منطقه و چیز کاهش بده ولی بازم چیزی که من اشاره می کنم چون ما یک کشور بسیار مصرفی کلان هستیم و وقلام تجارتی را که ما در افغانستان مصرف می کنیم بیشترش ما از دو کشور سر مشخص می ایران, ایران و پاکستان, هست. من ما باید به شکلی در داخل افغانستان کار کنیم که ما مو اقلام را که ما بیشتر مصرف میکنیم یا ایست که در داخل براش یک راه جور کنیم که ما از داخل خود ما او را چیز کنیم با, 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 با وجود بریم یا ایست که رای دیگه است ای ای که اونمو اقلام یک, یک, یک توازن ایجاد کنیم که از کشورهای آسیای میانه یا چین به شکل متداوم باشه که ما در صورت که باز مثلا و روابط سیاسی ما و یا کشورهایی که با ما همکار هستن مثل ایالات متحده امریکا به پارتنرهای استراتژیک ما هستن یا کشورهای اروپایی زمانی که ای خراب میشه باز ما قدر متاثر نشیم این چیزی است که ما میتونیم در غیر از او جغرافیای ما ایجاب میکنه که که امیر روابط ما قسم است با این کشورها دشکر. و نه و از آنها ما بسته هستیم تشکر آیا آقای زیارمل ما اون ظرایف مرتبطه را در داخل کشور داریم که سطح تولید خود را به نیازمندی های اولی خود بلند ببریم و میزان وابستگی ما را نسبت به این کشورها کم بسازیم به دلیلی که به محض که روابط ما با این کشورها دچار افت و خیز شود بعد از این فشارها شاید. آیا ما این کار هرچند ما در آغاز حکومت کرزی یک سلسله حرکت های انجام دادیم که این حرکت ها تولید ملی بلند ببره اما این حرکت ها در نطفه با سیاست های دمپنگ برخی از کشورها سرکوب شد آیا ما می توانیم به اساس پیشنهاد آقای صبوری که این حرکت ها را آغاز بکنیم خب قبل از اینکه ما به ای نکته بردازم یک نکته دیگر را خواهم اشاره بکنم که اخیرا بعد از اینکه امسال ما شاهد بودیم که یک کارگو ترمینال در کشور ازبکستان در ترمز ایجاد شد ما بعضی اموالی که از قبل از طریق کراشی و یا از طریق چابهار وارد افغانستان میشد آله آغاز شده از طریق ازبکستان به وارد افغانستان میشد با شمول گوشت و مرغ و مواد خوراکه و بعضی اقلام دیگه یعنی ما راه های متعدد دیگه در اختیار ما وجود داره و همچون همطور طریق آقای سبوری فرمودن وصل شدن ما از طریق حوزه آسیای میانه با چین هم یک راهکار دیگه است یک راه جدیدی است اما در کوتامدت تو در, در, در مدت ما سر صحبت میکنیم در وقتی که مثلا تحریم آمریکا بالای ایران دوباره اثر گرفته میشه و ما مقدار معاملات تجارتی ما با ایران با, با یک مبلغ بسیار بزرگی است و از پاکستان یا کشورهای دیگه کمتر شده در کوتامدت مدت ما جز از ای که روی خود به طرف کشورهای دیگه بر بگردانیم و میزانی میزان قرار است از ایران وارد بکنیم و اگر تحریم ها جدی تر شود که این مانع در کوتاه مدت ما به این نیستم که این تحریم ها آنان تاثیر بگذاره و آنان تاجرای افغانی و یا کمپانی های ایرانی که فعلا به افغانستان صادرات انجام میتن را کلا توقف بده اما در دراز مدت اگر تاثیر از بیشتر شوه ما دیگه بدیل نداریم در کوتاه مدت جزی که بریم دوباره به طرف پاکستان و یا به طرف به طرف کشورهای آسیای میانه و یا از مسیر کشورهای آسیای میانه وارد بکنیم در بود داخلی ما به یک استراتژی درازمدت نیاز داریم که ما همیش ایرا پیشنهاد دادیم این انکشاف ملی پاسخگو است نه خیر نه ما با یک استراتژی انکشاف اقتصادی نیاز داریم ام. و در چوکات ازو با یک پالیسی حمایت از تولیدات داخلی و صنایع داخلی نیاز داریم ام. ما میتونیم دو تا وسیله بسیار خوبی را در دا اختیار داشته باشیم امروزه ما یک تعداد اقلام بیشتر در دا داخل افغانستان ما تولید میکنیم و چونی نیست که ما همه اقلام وارد بکنیم اما بطوری که شما گفتین با سیاست دامپینگ کشورهای همسایه پاکستان و ایران اجناس مشاوره که تولید میکنن گاگای وقتی خبر میشن که یک کمپانی تولید دا داخل افغانستان. خاطر بازار کاملا اینا سیاست دامپینگ عملی میسازن تا زمانی که او کمپانی ورشکست شد در این بود حکومت مکلفیت داره تا دو تا پالیسی رو باید بگیره کاملا یکی وضع کردن سامی گمرکی وای که هم وضع کردن تعرفه گمرکی این ای دو تا وسیله بسیار است دو تا بسیار خوبی است که ما میتونیم از صنعت داخلی و سولیات داخلی خود حمایت بکنیم یک نکته در می خواهیم بکنم او اقلام میگه که ما در داخل افغانستان به اندازه کافی که نیازمندی تقاضای مارکت داخلی ما را مرفوع بسازه اگر ما به داخل تولید میکنیم باید تعرفه گمرکی را بالای اجناس مشابه که قرار است از کشورهای همسایه وارد باید بسیار بلند ببریم تا رقابت کردن تا و او اجناس و همتا و کالاهایی را که ما در داخل افغانستان مطابق نیاز مارکت خود به اندازه نیازمندی یا تقاضای مارکت تولید کرده نمیتونیم بالای از سمی که وازه بکنیم تا مقدار در دا داخل تولید بکنیم و مقدار دیگه هم بتونیم وارد آقای جان باز دو پرسش بنیادین به طرف جنبندین برنامه مطرح میشه پرسش اول این که آیا حکومت افغانستان آنچنان که در ماده ده قانون اساسی افغانستان متعهد است که از متشبسین خصوصی حمایت بکنن مسئولیتشان را تضمین بکنه سبساید ارائه بکنه و با سیاست های تعرفه ای در واقع از تولید افغانستان حمایت بکنه آیا این استراتژی میتانه پاسخگوی نیازمندی های موجود باشه یک راه راه دومی که ما یک سیاست چندجانبه گرای تجاری را با چند تا کشور داشته باشیم تا در چنین مقاطع تحت فشارهای تجاری و سیاسی برخی کشوران کشورها کدام را میتانه برای افغانستان عملی باشه بقیده ما اردو را باید حکومت افغانستان در نظر بگیره برای از که تا زمانی که ما بیلانس بین صادرات و واردات به وجود نمیاریم ما نمیتونیم در افغانستان ثبات اقتصادی به وجود بیاریم. الان متاسفانه ما به خاطر کسر ما با پاسخ سوال شما و این عقیده که همزمان ما باید متاسفانه در طی سالهای گذشته ما در بخش توریدات داخلی اونطوری که لازم بود اقدامات نکردیم و حمایت لازم از سکتور خصوصی صورت نگرفت میار دها مشکل سکتور خصوصی ما در داخل افغانستان داره با خصوصی که اونا علاقه مندی به سرمایه گذاری در دا افغانستان دارن اما مشکلات امنیتی اختطاف ها و نبود زمین برای سرمایه گذاری های لازم و نبود حمایت دولتی اینا وحشکست شدن و حتی شما شنیدین از طریق وسایل اطلاعات جمعی که در طی امی سال جاری روزانه از سه لا پنج تاجر جواز کار خود باطل میکنه و به سرمایه گذاری خود در افغانستان خاتمه میده این بیانگری از ای است که ما در داخل کشور نتانستیم از سرمایه گذارای خصوصی به خصوص تجار ملی خود امایت دقیق و به اساس یک برنامه قبلا تنظیم شده حمایت بکنیم به عقیده ما ما در آینده باید در قدم اول ضرورت است که سکتور خصوصی خود تشویق بکنیم حمایت بکنیم همونطوری که استاد محترم پیشتر گفتن ما به او کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشن برای کالاهای وارداتی از او های بلند گمرکی وضع شود تا قیمتی از او در مقایسه با قیمت تمام شده تولیدات داخلی ما بلند به و مردم به تولیدات داخلی رجوع بکنند و از دیگر ما مذاکرات با کشورهای همسایه و دروازه هایی که ما بنادری که ما داریم امروز با کشورهای همسایه را باید بیشتر باز بکنیم و ما وابستگی خود به یک کشور یا دو کشور خاتمه بتیم و باید ما راه بدیلی داشته باشیم همونطوری که پیشتر دوستا فرمودن ما با کشورهای همسایه خود روابط مختلف سیاسی داریم به او اساس ما باید به با این عقیده هستم که ما نباید به اصطلاح معاصره به یک دروازه یا به یک کشور باشیم که در نتیجه خرابی مناسبات سیاسی بین کشور ما بتانیم که دروازه ها بریم و بسته شوند ما باید درهای دیگر باز داشته باشیم چنانچه دولت افغانستان تلاش های در جهت کرده امروز ما توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه با, با تاجکستان داریم با ازبکستان داریم با ترکمنستان داریم با ایران داریم گرچه با پاکستان هم ما داشتیم ولی متأسفانه در سالهای گذشته این توافق نامه ها در عمل تطبیق نشد و تاجار ما و وارد های ما داره داره. از،, از طریق پرداخت دمریج و توقف کالاهایشان خسارات انگفتی را متقبل شد ولی آنچه که بیشتر برای مردم افغانستان ارزش داره از لحاظ اقتصادی همونطوری که پیشتر دوستا گفتن ما یک کشور مصرفی و وارد کننده هستیم بناهن ما باید تلاش بکنیم تا راه های کوتا و پیدا بکنیم تا واردات یا هایی که داخل افغانستان تشکر. میشه با هزینه کمتر و با قیمت کمتر در دست دسترس مردم خیلی افغانستان تشکر. قرار بگیره آقای باز ممنون هستیم آقای سوبری ما در حال حاضر کسر بیلانس تجارتی فاحش داریم در جنبدی ما با توسل به چه روی کردهای سیاسی اقتصادی که در واقع با هم گری خورده است در جغرافیای به نام افغانستان می از این وضعیت رقتبار تجاری که داره متاسفانه و از بیرون شویم و حداقل به به طرف بریم که گام های نوید بخش به طرف اقتصاد پایدار و تجارت که در واقع تعریف بکنه واقعا اقتصاد افغانستانه و از این شکرندگی تجارتی بیرون شویم پیشتر باید تعداد شاره شد و ما میخوایم تاکید کنم ایست که ما امو پالیسی که بسیاری کشورها در مثلا در امریکا بود که میگفتن که امریکایی باشه جنس آمریکایی بخر نه مثلا اونم تو یک چیز رو ما در افغانستان ضرورت داریم اگر افغان هستی جنس اف... ا... کمپانی افغانی تولید میکنه بخرین این بسیار مهم است به خاطر ازی که زمینه کار ایجاد میشه زمینه تقوی صنایع داخلی ایجاد میشه پول در داخل کشور چیز میشه به دوران مفته و در حقیقت این خود از به زیر بنای اقتصادی افغانستان تقوی میکنه گپای دیگه پیشتر اشاره شد که من به او اشاره نمیکنم تا زمانی که ما یک چیز بسیار ساده ره. در در افغانستان نهادینه نسازیم بر ما بسیار مشکل است ما موقع اقلام مصرفی را که داریم پروا نداره کشور مصرفی هستیم چاره نداریم ولی اونم تعداد یازو هر چه قدر که ما میتونیم در افغانستان از خود کمپانی افغانی خریداری کنیم در داخل با مصرف بشه خود از یک قدم بسیار اساسی میتون در در ابتدا باشه بعد از اون موضوعات دیگه است که طرف هاست و مثلا تکسی چیزاست بالای اقلام آمریکا از کشورهای وارد کننده است اما در صنایع کوچک بله. بله. بله در موضوعات کلانتر کلان باز, باز سیاست اندازه اینا به تجارتی که کشورهای بیرونی صادرات هم میکنند بله آه، آه. تشکر آقای زیارمل رای شما چیست رای حلی را که ما بالاش اعتقاد دارم و این مدلی است که همه کشورهایی که در وضعیت افغانستان قرار داشته و کسب بیلانس فاهش در تجارت از اینا وجود داشته با کشورهای همسایه و منطقه شان یگان رایشی بوده که جلب گذاری خارجی و یا خصوصی و بلند بردن میزان یا سطح تولید امتی داخلی ما اخیرا یک طرحی از جانب اتاق بین بین‌المللی افغانستان برای حکومت افغانستان پیشکش کردیم که خوشبختانه شورای اقتصادی رو پذیرفتن و فعلا رویش بحث جریان داره ام. او او که ما داشتیم ایجاد ساحات تجارت آزاد در داخل افغانستان بود ام. که در بنادر تجارتی در پهلوی جوار میدانهای هوایی و همچنان در داخل میدانهای هوایی ما بتانیم ساحات تجارت آزاد ایجاد بکنیم زمین به شکل رایگان به اختیار سرمایه‌گذار خارجی باید بگذاریم تکس و مالیه را حداقل 5 تا 10 سال باید بالایشان معاف بداریم قیمت انرژی و برق و قیمت بسیار پایین در اختیارشان باید بگذاریم سیستم جوازدهی و سیستم تولیدشانه قسمی که فعلا تماما جوازدهی و همه امورات یک تولید کننده تابع قوانین مالیاتی حکومت افغانستان میشوی بسیار غیر منصفانه است اینا را از این باید دور بسازیم و همچنان یک چارچوب مشخصی را که داخل از او فریزون یا ساعت تجارت آزاد گذاشته میشه که در کشورهای مثل افغانستان نیاز به خاطر ایجاد از بسیار حتمی و ضروری است چون ما در یک کشور در یک وضعیت نامنی و یا در یک وضعیت نامعین سیاسی و اقتصادی قرار داریم ما میتونیم در جاهایی که وضعیت مناسب است جزایر امن اقتصادی در چوکات ساعت تجارت آزاد ایجاد بکنیم و بتانیم جلب سرمایه گذاری خارجی را بلندتر ببریم که متاسفانه در افغانستان از سال 2014 و این طرف میزان جلب سرمایه گذاری خارجی تشکر. با صفر تقریب کرده آقایان زیارمل معاون اتاق بین ملی تجارت محمد صابر با پوزش حامد سوبری استاد دانشگاه و عبدالرشید جانباز تحلیلگر مسائل اقتصادی بسیار تشکر از حضور و نظریاتان در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با بودین تا دیدار دیگر خدا نگهدار